با سلامی گرم خدمت شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه خانه پرستش، خدا رو شکر میکنیم به خاطر وجود شما و خدا رو شکر میکنیم که چنین فرصتی داریم که میتونیم با همدیگه خداوند رو بپرستیم. در مزمور 105 میگه یهوه را حمد گویید و نام او را بخوانید، اعمال او را در میان قوم‌ها اعلام نمایید، او را بسرایید و برای او تسبیح بخوانید، در تمام کارهای عجیب او تفکر نمایید، در نام قدوس او فخر کنید. و واقعا که افتخار ما عیسی مسیح است. ما نه به استعدادها فخر میکنیم، نه به شرایط، نه به خانواده، نه به مال و املاک، فقط به عیسی مسیح خداوند. و میگه خداوند و قوت او را بطلبید، روی او را پیوسته طالب باشید. امروز ما میخواییم این کار را بکنیم و با پرستش به حضور خداوند بریم و روی او را بطلبیم. با عزیزان اینجا هستیم، بچه خیلی خوش آمدین، خواهر شهره عزیز، جیلبرت عزیز و مهین بانوی عزیز از تاجیکستان، خیلی خوشحالیم که بین ما هستین. ما هم همینطوریم. شما عزیزان در این برنامه بودید یک بار یا دو بار فکر کنم بودین، ولی خواهر بار اولشونه، برای همین از شما میخوام خواهش کنم در 4-5 ثانیه خودتون رو معرفی کنید. خب مهین بانو هستم از تاجیکستان. چند وقت پیش از مسیح هیچ خبر نداشتم و حالا خیلی خوشبختم که در این یک فامیلی بزرگ مسیحیان هستم، در یک بدن هستم با هر نفری که مسیح رو همچون خداوند و نجات دهنده خود قبول دارد. خیلی خوشحال هستم. خدا رو شکر. البته شد تقریبا 40-50 ثانیه به جای 4-5، ولی اشکال نداره. خواهر مهین بانو، سرود محبت رو اگه شما بسرایید ما در بندگردان خیلی خوب خیلی هم صدا خواهیم شد. و در ضمن اینم بگم عزیزان، خواهش میکنم با ما بخونید، چون هدف این برنامه این است که با هم دیگه بپرستیم. اینجا کنسرت نیست و هیچ کدوم از ما خواننده‌های حرفه‌ای نیستیم، البته عزیزان هستن، ولی به هر حال هدف یک چیز دیگه است. بله. محبت خداوند ریخته در اردوی ما، از حضور خداوند شاد شده دل‌های ما، با هم شاد و خندانیم، با هم سرود می‌خوانیم، با محبت عیسی هم دیگر را دوست داریم. محبت 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 خدا تنها شعار ما، فرزندان خدا. محبت 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 خدا تنها شعار ما، فرزندان خداست. چقدر خوب و شیرین است با یک دیگر جمع شویم، با محبت عیسی خدا را بسراییم، دست ها را برافرازیم در حضور خداوند، گوییم با هم یک صدا دوستت داریم مسیحا. محبت 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 خدا تنها شعار ما، فرزندان خدا. محبت 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 خدا تنها شعار ما، فرزندان خدا. محبت خداوند ریخته در اردوی ما، یهوه خدای ما می خرامد بین ما، حضوری آشکار است به روی خیمه ما، همه خوانیم یک صدا جلالت باد مسیحا. محبت 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 خدا تنها شعار ما، فرزندان خداست. محبت 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 خدا تنها شعار
آمین. واقعا که اگه یک شعار، یک گفتار، یک جمله، یک کلمه در مسیحیت میشه گفت، محبته. بله خدا را شکر. بزرگترین حکم است. عیسی مسیح گفت که دستور میخواهید به شما بدم، میدم. محبت بکنید خدا رو، محبت بکنید همدیگر رو. تموم شد. ولی فکر میکنم مشکل اینجاست که ما نمیتونیم محبت بکنیم و به خود خداوند احتیاج داریم که بیاد و سرچشمه محبت در ما بیاد، در واقع از ما جاری بشه نسبت به مردم. اینطور نیست؟ آمین. اگه اجازه بدید یک بار دیگه بند دوم رو بخونن خواهر و ما بندگردان رو بخونیم، چون که کلماتش بسیار زیبا هست. میگه با هم دیگه جمع بشیم رو بسراییم و همه اینا به خاطر محبت خداوند ما عیسی مسیح است. چقدر خوب و شیرین است با یک دگر جمع شویم، با محبت عیسی خدا را بسراییم. دست ها را برافرازیم در حضور خداوند، گوی ما هم یک صدا، دوستت داریم مسیحا. شکر شکر، جلال بر نام عیسی مسیح. و نه فقط خداوند ما رو محبت کرده و روی صلیب این محبت در واقع برای ما ثابت شده، بلکه ما میدونیم که این محبت ادامه پیدا میکنه و هیچ وقت تنها نیستیم، چون بله. که خداوند ما به یاد ما هست. بله. و این ما رو میبره به سرود دوم ما که میگه تو به یادم هستی. در آزمایش ها و تنگی، کارهای تیز زندگی، تنها بود این فکر با من که به یادم هستی. تو به یادم هستی، تو به یادم هستی، تو به یادم هستی. از چه ترسم خداوند، چون به یادم هستی. اندیشه های این جهان در روح من کنن طغیان، پیروز شوم بر غرغمی، چون به یادم هستی. تو به یادم هستی، بله ای خداوند، تو به یادم هستی. ایمان داری از چه ترسم خداوند، چون به یادم هستی. تو به یادم هستی، تو به یادم هستی، تو به یادم هستی. عشق ترسم ای خداوند، چون به یادم ابرهای تار آیند روند، تاریکی ها حمله کنند، نامید نگردم در سختی، چون به یادم هستی. تو به یادم هستی، بله خداوند ایمان داری، تو به یادم هستی، و طبق وعده تو ایمان داری. از چه ترسم ای خداوند، چون به یادم هستی.
با ایمان بخونیم تو به یادم هست، تو به یادم هست، هللویا، تو به یادم هستی، تو به یادم هستی. از چه ترسم؟ از چه ترسم ای خداوند، چون به یادم هستی. خواهش را اگه ما رو در دعا هدایت بکنید. هللویا. عیسی خداوند، تو رو شکر میکنیم ای پدر، تو رو شکر میکنیم که خداوند، اگر حتی توی این دنیا هیچکی به فکر ما نباشه، هیچکی به یاد ما نباشه، ای خداوند، عیسی قدوس، تو ولی به یاد ما هستی. تو هستی که همیشه برای ما فکر میکنی، حتی زمانهایی که خداوند ما در خواب هستیم، همونطور که در کلام مقدست میگی به فکر فردای ما نیز هستی. پس خداوند، حقیقتاً یکی احتیاج داریم به هیچ کس خداوند، چون تو همه چیز ما هستی، تو یار و یاور ما هستی، تو پدر، مادر، دوست، آشنا، رفیق، همراه، همدل. خداوند چقدر شکرت میکنیم، چقدر شکرت میکنیم که تو همه چیز ما هستی. پدر تو رو داریم، شاد هستیم خداوند، چون تو رو داریم خداوند شاد هستیم و دیگر هیچ چیز در این جهان نمیخوایم، زیرا تو عیسی قدوس رو در کنار خود داریم. هللویا، شکر خداوند، شکر خداوند، هللویا، شکر. یک بار دیگه بگم، تو به یادم هستی، تو به یادم هستی، تو به یادم هستی. از چه ترسم ای خداوند، چون به یادم هستی، تو به یادم هستی، هللویا، تو به یادم هستی. از چه ترسم ایمان داری، چون به یادم هستی. آمین، آمین. چقدر زیباست که میتونیم این ایمان رو بر حسب وعده‌ای که داده، بر حسب کلام خودش بدونیم که خداوند ما به یاد ما هست، و نه فقط به یاد ما هست و ما رو دوست داره، بلکه میتونه یک کاری برای ما انجام بده. خواهر، من این بارو میدونم که این رو قرار نبود بگیم، ولی حالا که در این مسیر رفته، میتونید خیلی سریع از معجزاتی که خداوند در زندگی شما عمل کرده در مختصر مفید خیلی کوتاه بگید که خداوند چطوری به یاد شما بوده؟ میدونم که خداوند از روز اولی که در بطن مادرم پیدا شدم من رو انتخاب کرده بودم. این چیز اولی که میخوام گویم. و چیز دیگر این است که در زندگی من معجزات زیادی نشان داد، و یکی از معجزه های او آن بود که نوه‌ای را که فوت کرده بود، نوه‌ای اولین من، او زنده کرد، چون به نام عیسی مسیح خداوند دعا می‌کردند و خداوند عمر دوباره داد برای نبره اولین من. و معجزات دیگری خداوند این است که وقتی خیلی مریض بودم و درد زیاد داشتم، صدایش را شنیدم، چون گفت به من تو رو شفا میدهم، ولی بعد از این تنها برای من خدمت میکنی. این دویم چیز بود. معجزه های زیاد بود، اگر صحبت کنم این یک ساعت و دو ساعت، این خیلی وقتی کم است. پس شکر میکنم که در زندگی من این کارها رو میکرد و حالا من در دستان مقدس او هستم. خدا رو شکر. شکر، بسیار زیبا. و این رو من یاد گرفتم خواهر من بانو، که حتی اگه خداوند معجزه نکنه در زندگی ما، چون خیلی از افرادی هستن که نگاه میکنن شاید حسودیشون بشه و بگن که برای زندگی من چنین اتفاقی نیفتاده، ولی باز هم ما خدا رو شکر میکنیم، چون که
به معجزات نگاه نمی کنیم. به خاطر معجزه نیست که ما به مسیح ایمان آوردیم، اینطور نیست. به خاطر کاری که روی صلیب کرده ما بهش ایمان آوردیم، به خاطر کسی که هست بهش ایمان آوردیم. و من این سوره رو که الان خواهر شهره خواهند خوند، من در سخت ترین شرایط نوشتم، که نوشتم در تنگی و سختی و جفا باز من یک سرود دارم در قلب من و در زندگیم، و اونم این است که او هللویا، یعنی خدا رو شکر. و اینو در سخت ترین شرایط نوشتیم که دعا میکردیم جواب دعا نیومد. و میخوام این رو بینندگان عزیزم بدونن که در سختی، در جفا، در شادی، در عشق، در لبخند، در هر شرایط ما خونده شدیم که خدا رو بپرستیم. هللویا. من کیم عیسی، ای شاه جلال، می ستایم با تمام جان. اوه هللویا، اوه هللویا، اوه هللویا، اوه هللویا. در غم و سختی، تنگی و جفا، تنها امیدم توی ای عیسی. جلال بر نام عیسی مسیح، شکر. از همه شما هنرمندان و نویسندگان و آهنگسازان، شاعران و سرایندگان عزیز دعوت می‌نماییم تا سرودها و اشعار خود را برای ما از طریق ایمیل بفرستید. یک مزمور زیبایی از کلام خدا را بخونیم و بعد ادامه بدیم. مزمور 150. شاید خیلی از عزیزان برای بار اول از این برنامه را نگاه می‌کنن، میگن ما فهم کردیم تو کلیسا باید برن شمعی روشن بکنن، خیلی جدی باشن، این عزیزان دارن دست بلند میکنن، تقریبا میرخصن، کلام خدا ببینیم چی میگه. هللویا یعنی خدا رو شکر. خدا را در قدس او تسبیح بخونید، در فلک قوت او
تسبیح بخوانید، او را به سبب کارهای عظیم او تسبیح بخوانید، به حسب کثرت عظمتش تسبیح بخوانید. و تا به حال میگفت برای چی تسبیح بخوانیم، الان میگه چطوری تسبیح بخوانیم. او را به آواز کرنا تسبیح بخوانید، با موسیقی. او را با بربت و عود تسبیح بخوانید، سازهای اون زمان رو نوشته. او را با دف و رقص تسبیح بخوانید، او را با تار و نی تسبیح بخوانید. و همینطور ادامه میده با سنجهای بلند و آواز. و خداوند ما شایسته است که با هر چیزی که داریم رو تسبیح بخوانیم. آمین. سلطان قلبم توی عیسی. خواهم هر روز با تو راه روم، صدایت را بشنوم، مژده خوشی نجاتت را همه جا رسانم. خواهم هر روز با تو راه روم، صدایت را بشنوم، مژده خوشی نجاتت را همه جا رسانم. سلطانی قلبم تو عیسی، میل تو به همتا، خواهم هر روز با تو راه روم، صدایت بشنوم. سلطانی قلبم تو عیسی، صدایت بشنوم. چون ارادت را نجویم، ببخش مرا مسیحم، خواهم سویت شتابان دوم، با تو راه روم. چون ارادت را نجویم، ببخش مرا مسیحم، خواهم سویت شتابان دوم، با تو راه روم. سلطان قلبم تو عیسی، مهر تو به همتا، خواهم هر روز با تو راه روم، صدایت بشنوم. سلطان قلبم تو عیسی، مهر تو به همتا، خواهم هر روز با تو راه روم، صدایت بشنوم. سلطان قلبم، سلطان قلبم تو مهر تو به همتا، خواهم هر روز با تو راه روم، صدایت بشنوم. هللویا. یک بار دیگه بند اول رو بخونید، خواهر بسیار زیباست. خواهم هر روز با تو راه روم، صدایت را بشنوم. این دعای تک تک ماست. مژده خوشی نجاتت را همه جا رسانم. مژده تو را به دنیای امروز برسون. خواهم هر روز با تو راه روم، صدایت را بشنوم، مژده خوشی نجاتت را همه جا رسانم. سلطان قلبم تویی، سلطان قلبم تویی عیسی، مهر تو به همتا، خواهم هر روز با تو راه روم،
بر سلطان قلبم تو عیسی، مهر تو بی همتا، خواهم هر روز با تو راه روم، صدایت بشنوم. سلطان قلبم تو عیسی، مهر تو بی همتا، خواهم هر روز با تو راه روم، صدایت بشنوم، صدایت بشنوم، صدایت بشنوم، صدایت، صدایت بشنوم. شکر. بحبه. چقدر زیبا. خیلی ممنون که در این برنامه اومدین و شرکت کردین و یک روز آرزوی من است که بتونم با عزیزان بیننده ای که این برنامه رو نگاه کردن با هم، حالا یا در ایران یا در خارج فرق نمی کنه، با هم در یک جایی باشیم، خدا رو بپرستیم. عزیزان واقعا شما رو دوست داریم، گرچه شما رو ندیدیم ولی در مسیح شما رو واقعا دوست داریم، چون که مسیح شما رو دوست داره و همین روح در تک تک ما هست. پس همینطور که خواهر در اول برنامه گفتن، یک خانواده هستیم و یک سر هست، ما بدن هستیم، خدا رو شکر. از اون سر فقط یک فرمان میاد، محبت. خدا رو شکر میکنیم و شما رو به خداوند بزرگ میسپاریم. هر جایی که هستید خداوند رو بپرستید، چون که پرستش باعث شادی خداوند و قوت ما هست. تا برنامه بعد، خداحافظ.